وزیری در سوگ میرزاده عشقی خواند. میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار، در خانه خود کشته شد. نام اصلی او سید محمد رضا کردستانی بود که در سال 1273 در همدان به دنیا آمد و در 15 سالگی به تهران مهاجرت کرد. در اوایل جنگ جهانی اول بود که همراه مهاجران ایرانی به استانبول سفر کرد. در همان ایام میرزاده عشقی با دیدن ویرانه‌های طاق کسرا اپرای رستاخیز شهریاران را سرود که اولین اپرای ایرانی نام گرفت. او بعد از بازگشت به ایران روزنامه قرن بیستم را راه اندازی می‌کند و اشعار نیمایوشیج را برای اولین بار در روزنامه‌اش منتشر می‌کند. میرزاده عشقی را محمد علی سپانلو شاگرد انقلاب نامیده. او از نخستین و برجسته ترین روشنفکران عصر مشروطه در دفاع از حقوق زنان و آزادی آنها در جامعه بود. قمرالملوک وزیری از او و عارف قزوینی به عنوان مشوقان اصلیش یاد کرده. تنها 10 سال بعد از انقلاب مشروطه، عشقی در منظومه انتقادی سه تابلو مریم میگوید که این ادارات دولتی سن نار به درد نمی خورد و آدم هایی که با عنوان کارمند و رئیس و وزیر پشت میزهایش نشستند از بد هم بدترند و همه از بیخ و بن فاسد و باطل. قلم تند، چاپ مقالات انتقادی، مخالفت با سردار سپه حکم مرگ میرزاده عشقی را به دنبال داشت. یکی از دوستان عشقی که در اداره نظمیه رفت و آمد داشت گفتگوی پنهانی را می شنود. حسب الامر حضرت اجل سرتیب درگاهی عشقی محرمانه کشته شود. فوراً به میرزاده عشقی اطلاع می دهد و اونیز پس از شنیدن این خبر در خانهش چند روزی مخفی می شود و به خدمتکارش زهرا سلطان خانوم می سپرد که احدی را به خانه راه ندهد. اما روز 12 تیر ماه وقتی خدمتکار برای خرید روزانه بیرون رفته بود و در باز مانده بود، 3 نفر به بهانه گرفتن جواب مقاله وارد خانه می شوند و با شلیک گلوله میرزاده عشقی را می کشند. مراسم خاک سپاری میرزاده عشقی با حضور گسترده مردم برگزار می شود و او در ابن باویه تهران به خاک سپرده می شود.